به عصه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مکه مکرمه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. همکارم در گزارش خود به بخشی از فعالیت‌های بعثه آیت الله العظمی شیرازی در مکه مکرمه اشاره نموده که با هم می‌بینیم. فعالیت‌های بعثه آیت الله العظمی سید صادق شیرازی مدظل در شهر مکه مکرمه ادامه دارد. این بعثه پیش از این با آغاز ایام حج در مدینه منوره مستقر شده بود و به خدمت رسانی دینی و فرهنگی به حجاج بیت الله الحرام می پرداخت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی شیرازی، مسئولان بعثه معظم الله در قالب هیئتی از بعثه برخی از مراجع اعظم تقلید مستقر در مکه مکرمه بازدید و با مسئولان آنها دیدار کردند. در این دیدارها علاوه بر فعالیت‌های ایام حج، آخرین اخبار جهان اسلام مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم حل مشکلات شیعیان در جوامع مختلف تأکید شد. این بعثه همچنین شاهد حضور طیف گسترده عالمان دینی و شخصیت‌های برجسته از نقاط مختلف جهان است و گروه‌هایی از عالمان دینی کشورهای گوناگون نیز با حضور در این بعثه با اعضا و مسئولان آن دیدار و گفتگو کردند. علاوه بر آن، مسئولان کاروان‌های زیارتی از نقاط مختلف جهان همچون کشورهای مختلف آمریکایی، اروپایی، آفریقایی و آسیایی طی این مدت از بعثه آیت الله العظمی شیرازی در مکه مکرمه بازدید به عمل آوردند. از جمله دیگر فعالیت‌های بعثه آیت الله العظمی شیرازی در مکه مکرمه استقبال از عموم مؤمنین، برگزاری مجالس اهل بیت علیهم السلام، برپایی مراسم‌های مذهبی، برگزاری سمینارهای مختلف و حلقه‌های گفتگو، پاسخ به مسائل شرعی و اعتقادی و برپایی نماز جماعت بوده است. این بعثه با برگزاری برنامه‌های مختلفی همچون مراسم توسل به اهل بیت علیهم السلام، جلسات علمی، مشاوره‌های دینی، اجتماعی و اخلاقی، استقبال از زائران، ملاقات با چهره‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی و توزیع کتب دینی و جزوات ارشادی از فرصت تبلیغی پیش آمده بهره مند می‌گردد. شایان ذکر است اولین بعثه در مکه و مدینه توسط آیت الله شهید سید حسن حسینی شیرازی و به دستور مرجع تقلید راحل مرحوم آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی در سال 1970 تأسیس شد. پس از آن همه سال این بعثه تا کنون توسط نمایندگان مرجعیت در مکه و مدینه در ایام حج دایر می شود.